این هفته وسط ایتالیا هستیم، در شهر بولونیا. چه خبر اینجا؟ Levanta un vento che scuote il monte del Cerro Negro. Scuote le fronde, tira le arance bionde. Torna ubriaca dalla città, la povera anima di Mustafa, un esiliato, un rifugiato, vecchio poeta. E alla salita del Cerro Negro Mario lo invita, ancora sete a di tequila, viva la vita. این مرکز شهر بولونیا است، قسمت قدیمی شهره. یک شهری بوده شبیه نیویورک، پر از برج 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 برج. فقط شما ببینید این تصویر، باورتون نمیشه. نیا کن این شکلی بوده، اینم برج هست. ببینید 180 تا برج بوده اون زمان. ببین این نیویورکه، من مال 1000 سال پیشه. آدم باورش نمیشه همچین جایی بوده تو دنیا. این یکی از دروازه های قدیمی شهر بولونیا است و عجب درهای محکم و قطوری داره. اینم برای ورود آدم هاست، آدم های فضول با این میخایی که توی سدن. هر 100 متر به 100 متر توی این شهر یکی از این دروازه ها باقی مونده و یک دیوار بسیار قطوری مابینشون بوده که از شهر دفاع کنن. دور شهر این دیوار، این حصار بوده. دنیای خطرناکی بوده قرون وسطا، این دنیای امروز ما. اینا بازمونده اون برج های قدیم شهر بولونیا است و خیلی جالبه این برج دوقلوی قدیمی چطور کج شده و داره میریزه رو هم. یکی از شگفتی های این شهر هستش. در مورد این برج ها حکایت های مختلفی هست. یه داستانی هست که میگن این مربوطش به زمان کشمکش قدرت بین کلیسا و اشراف که کی برای مردم باید تصمیم بگیره، و میگن اشراف این برج‌ها رو ساختن جوری که اصلا کلیسای مرکزی شهر انگار محاصره کرده بوده با این برج‌ها. و در این حال هم وقتی که بیماری‌های همگانی میومده، اشراف می‌ترسن برن بالای این برج‌ها زندگی کنن که آلوده نشن. خیلی زیبا و عجیبه. Lasciato bene, veda stai mai. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lasciato bene, veda stai mai. Ta bechunim bahamina. Una mattina mi sono svegliato. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho incontrato l'invasor. Mano torudim, rude khurushan. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 منو تو رودیم رود خروشان که نمی ترسیم از توفان. E se io muoio da partigiano. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. E se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir. یادت اون روز اون روزای سر. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna proprio all'ombra di un bel fior. Azadi, 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 azadi. Bah, 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 bah. خواستی شما ایرانی گه؟ خیلی خوشحالم ایران بهشانس. ساموئل ها خوب هستی؟ همکار و همراه و همزندگی. بله. چه آهنگ قشنگی خودت هم ساختی نه؟
این آهنگ چابلا چاو شعرشو من نوشتم. آهنگ ایتالیایی بود. یه آهنگ ایتالیایی انقلابیه که به 9 زبون دنیا این آهنگو خوندن ولی فارسیشو نبوده. شما خوندید. حالا نوشتیم امیدوارم که بس بعد خوب بشه زفر. و گلم میفروشی؟ گلم میفروشم. چه جالب. اینجا چی نوشته؟ اینجا نوشتم که من یکی از دانشجوهای کنسرواتوار هستم که گل میفروشم برای اینکه میخوام یه دونه آکاردئون بخرم. اوفرتا لیبرا در 50 چنزه، یعنی یه شاخ گل 50 سنت. آها، بهشم گلم تازه میدی؟ آره گل میفروشم و برای این ملودیکاست دیگه داریم. بله این ملودیکاسو من تقریبا 2 سال توی خیابانای تهران به صورت جدی شروع کردم به ساز زدن، یعنی همین ملودیکا رو میزدم. و اولش که خب کنسرواتوار میرفتم و بعدش دیگه آره ولش کردم. چرا؟ برای اینکه برام مهم بود دید مردم عوض بشه نسبت به اینکه خب مثلا نوازنده های دورگر رو بعد بهش نگاه بکنن. و که الان هم خیلی بهتر شده، برای اینکه خیلی گروه های موسیقی زیادی الان تو تهران تو خیابونا دارن ساز میزنن ولی دخترها کمن. دلم میخواست که این کار رو بکنم و بگم که نترسیم، دخترها این جسارت رو داشته باشن، برای اینکه کلی نوازنده خوب زن هست توی ایران. یه حرکت خیلی خوبی خواهد بود. دردسر نشد چون بهها غیر قانونیه. آره چرا دارد. حسابی دردسر، اولا که با نیروی انتظامی دردسر بود. آها. به خاطر اینکه مثلا چرا تو زنی ساز میزنی؟ یک با گشت ارشاد و حجاب که چرا مثلا اینجوری پیرهن میپوشی، چرا موهات اینجوریه. این دو شهرداری میومد. یه بار یادمه که ماموری شهرداری اومد و چنان لگدی به جعبه ساز من زد و کلی حرف رکیک که جمع کن و برو. این سه ماشین تکدیگری میدونی یعنی چی؟ ماش تکدیگری تو ایران یه ماشینیه که میان گداها رو جمع میکنن. ماشین تکدیگری میمد میگفت خب برو سوار شو، به من میگفت مثلا جزو گداهایی. بعد من میگفتم من به اندازه مثلا ماهی سر تو کتاب خوندم، این همه سال زحمت کشم موسیقی یاد گرفتم، مثلا من اگه من گدام پس تو کی هستی؟ ولی خب با رفتارهای بد و توهین و جمعت کردن دوباره. آره ولی من هر روز میرفتم، من واقعا هر روز من تو خیابونا ساز میزدم. و یه خاطره دیگه اگه وقت هست بگم، یه بار یادمه که دم تئاتر شهر داشتم میزدم و شروع کردم به تهران آهنگ سرمد زمستون رو میزدم. سرم آوردم بالا دیدم یک عالم جمعیت وایسادن اونجا. همون موقع نیروی انتظامی من اینجوری زد به من اینجوری که باشه بسته جمع کن. سازو گرفت و گفت بریم. داشت منو میبرد، چند تا پسر اومدن دستاشونو گرفتن وایسادن جلو منو، ملت شروع کردن به هو کردن. داستان کیمیاست در این در اون شهر. آره برجام نخوره تو سرمون. برجام این کج شده. آره کج است. اینجا ما میگیم تیر دوقلو، واسه خودمون اسمای تهرانی گذاشتیم تیر دوقلو. اینجا حالا بزنیم بریم این ملودیکاتو بزنیم. آره بزنیم اینجا و به طرف کانسرت تیر دوقلو جمع میکنم. از این چند صد سال هاست میگن قدیمی ترین دانشگاه دنیا توی بولونیا بوده. بولونیا بوده این اولین دانشگاه. جدی؟ اولین دانشگاه چی شد؟ شهر دانشجویی. خب چطور شد تو تونستی بیای ایتالیا از یه نوازنده دورگرد با قول خود قدیمی همون تونستی برسی به ایتالیا مرسی با سختی خیلی سخت. چطوری شد؟ رفتم توی تهران اسمم روشن مدرسه ایتالیایی و اومدم. آره بعد امتحان دادم و پذیرش گرفتم برای اینکه بیام اینجا امتحان ورودی بدم. اومدم و با پول خیلی کم، یعنی با هیچی. چطور؟ با 800 یورو اومدم ایتالیا و چطوری؟ من با هزاران داشته باشی. آره. و ولی برای اینکه میدونی به خودم گفتم برو و گفتم میرم، گفتم هیچی نمیشه فقط نترس و برو. اومدم اینجا همون 800 یورو زودی رفت برای پول مثلا کارت اقامت و پول امتحان ورودی کنسرواتوار رو. اینجا پولش نه اینقدر کمه واقعا؟ نه من بلدم بدون پول زندگی کنم. چطوری آخه؟ نه پول خب خرج شهریه اینجا. شهریه اینجا که خب 800 یورو، ولی خب ما دیگه بورس گرفتیم. ایتالیا اینقدر ارزونه؟ آره. کنسرواتوار برای اینکه ظاهرا زیر نظر کلیساه و اسپانسرشون کلیساه واسه همین پول کمه. مثلا دانشگاه 3000 یورو. حتی برای خارجی هم پس آره. پولش کمه. و
و در مقایسه با کنسرواتوار خب تو ایران اینجا چطوری یاد میدن؟ خیلی سطح آموزشی اصلا قابل مقایسه نیست. تو کنسرواتوار تهران یه مش پیانو قرازه بود که هیچ وقت هم درست کوک نبود، میخواستی بزنی هم هزار جور بامبول سر در میاوردن که بتونی بینا دست بزنی یا نه. مثلا اینجا بهترین پیانویی که توی دنیا وجود داره اینجا هست. ساز ملیشونه دیگه کوک شده. از تار اینجا گرفته. من که خیلی راضیم، برای اینکه توی درسامون هماهنگسازی کلاسیک داریم، ارکستراسیون و ارنجمنت و خیلی هم جالبه که تو از اونجا تونستی به اینجا برسی. یعنی خب خیلی ها میگن که موسیقی به اینجا نمیسازه، موسیقی کنار خواهی میکنه، فراموش کنه، ولی خودتو رسوندی به این هدف. آدم من فقط اینو میدونم، یعنی یاد گرفتم که فقط نباید ترسید، یعنی هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره. اون چیزی رو که میخوای و باید بری تو دلش. نه سخت هست، خیلی سختی هایی داره، ولی میشه، میگذره، درست میشه. به قول عطار میگه خود راه بگویدت که چون باید رفت. تو برو آماده شی که از آهنگایی که ساختی رو با گروه بچه های اینجا نه؟ با بله، هم بچه ها یه سری هاشون، بچه های کنسرواتوار هم خوش کنی، تو هم اینجا هم قرار بزنی، تو این بالا رها در با حرفی مانده تا حرفی غمت کم جام دگریز شب جاوید جاوید است مادر از ریزش به یاد عشق میافتم به یاد بارشی پیگیر باتیستا مارتینی، مجسمه کسی که اینجا رفته تاکر رو ساخته. خب کیمیا آهنگش اجرا کرد. قبل از آهنگ بعدی کلاس درس رو نگاه کنیم با هم، مال یکی از استادا میشه. اینجا یه کلاس درسه، باورتون میشه؟ کلاس درس استاد اورلیو که اینجا درس میدن، اینجا میزنن، اینجا نوتاش دیده میشه، ایشون داره تمرین میکنه و امکانات کامل. بعد ایراد میگیره به کارشون. سونگ ایتالیا، ایتالیا میله لیره انسه. این اسم کنسرواتوار همینجاست، جی بی مارتینی. یک کار تصویر و صدا است، همون موسیقی فیلم و تئاتر به این شکل در میاد. چه شکلی؟ اینا این صداها رو تولید میکنن و میسازن تو این دانشگاه، یاد میاد چطوری باید این کار انجام بشه. حس
صحنه از حسون تصویر میو بعد ها باشون صحبت کنیم که چه خبر اینجا در این شهر، در این دانشگاه مدرسه موسیقی. Let's go. آهنگساز اصلا چی هست که کیمیان داره اینجا درسشو میخونه و شما استادشی؟ کمپوزیسیون سیمفونیک کریاره. کریاره آهنگسازی یعنی خلق کردن. خلق کردن از هیچ که هم شامل خلاقیت و هم توانایی و فن اجراست. آهنگسازی الکترونیک داریم، آهنگسازی سنتی داریم و آهنگسازی برای روایت داستان و موسیقی متن. بنابراین مراحل مختلفی در خلق یک اثر دخیله. اما اول اون الهام مهمه که باعث خلق یک کار میشه و آهنگسازی در اصل تبدیل اون الهام در سازها و صداهاست. سهم ایتالیا در موسیقی امروز چی بوده؟ چه چیزی رو به موسیقی دنیا داده که مال این کشوره؟ La musica italiana che معروف‌ترین موسیقی ایتالیا در جهان اپراست. جوزپه وردی، جواکینو روسینی، همه این آهنگسازها برای اپرا خیلی مهمن. در همه تئاترهای دنیا اپراهای ایتالیایی به زبان ایتالیایی اجرا میشن. بنابراین رایج‌ترین و مشخص‌ترین شکل موسیقی ایتالیا در جهان بی‌تردید اپراست. بعد از اون موسیقی‌های دیگر هم هستن. اما تکرار می‌کنم در برنامه همه تئاترهای جهان یه اپرای ایتالیایی از آهنگسازهای ایتالیایی دارند و خواهند داشت. ببینیم که حالا کیمیا داره چی میزنه با گروهش. گوش کنیم. خیلی ممنون. من بهارم تا زمین، من زمینم تا درم، من درختم تا بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تا بزرگی مثل بزرگی مثل اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل خود مهتابی تو، اصلا خود مهتابی تو، تازه وقتی بره مهتاب شب تنها باید راه دوری رو بره، تا دم در بازه یه روز مثل شب گود و بزرگی مثل شب، مثل شب گود و بزرگی مثل شب. که به ابرای سیاهی و به بادم
عالی، سپاس. گراتسیا ها، این چه موانعی سر راه منو برسم به تو. هفخان نبود، دخان بود، بیشتر نبود. کیمیا خوشحال میبینم. تنکی برای ماش، خیلی ممنون. چه گروه باحالی اینا، بچه ها معلم هم دانشجو هم. الیساندرو پیانیست، ریکاردو گیتاریست، بچه هایی که کارها رو بیشترش رو تنظیم کردن. سازمندی ها رو خیلی ممنون. بله. چون مظلوم هم بچه ها. You're so innocent. ایشون چیه؟ ایشون خیلی آنتونلو که ویالونسل دبل بیس میزنه، ریتمو نگه میداره، کنترباسو. کجاش؟ ایشون چیه؟ آنتونلو هم از شاگردای همین کنسرواتوار بولونیاس و باید بگم که به من بسیار کمک کرد وقتی که اومدم بولونیا برای امتحان ورودی کنسرواتوار. چند روز با من تمرین کرد و یه سری چیزای کلیدی رو به من گفت که تونستم وارد کنسرواتوار بشم. تقلبا رو بدرسم. تقلبا آموزش صحیح. آموزش. درست صحبت می‌کنی. که تو ایران نگرفته بودیم. ایشون ولی ویالونسل چلو رو میزنه. آنتونلو عزیز که بله چلو میزنه. ایشون ریش سفید هم هست، این دانشجو ریش سفید هم داریم. ایشون داویده که آکاردئون میزنه و یه کسی به من معرفیش کرد برای گروهمون که بسیار عالی و خیلی. و ایشون هم که اینجا مزمونش جمن عزیز که از 8 صبح واقعا اینجا بود برای کارهای ساوند دیزاین و اینکه از آمریکای لاتین هستنش. خیلی ممنون، سپاس. و اینجا چطوری محیط درسیش؟ اول یه چیزی بگم که خیلی جالب، این که توی تهران وقتی که من فکر کردم به کارا که این کارا رو انجام بدیم، کنسرواتوار تهران به من گفتن که اینا خالتوره، اینا موسیقی نیست که بشه توی کنسرواتوار زد. ولی اینجا این محیط رو در اختیار ما گذاشتن و به موسیقی ما نمیگن موزیک خالتور و اجازه دادن که با این امکانات ما کار بکنیم. و مهمترین فرقش اینه، بقیه‌اش که دیگه بماند که اینا افسانه‌های بعدیه، در سال‌های بعدی میام فیلم می‌گیریم. آهنگ بعدی که برام خود چنگ خواهد بود؟ آهنگ بعدی آهنگ زلف هستش که بخش اول شعر از حافظه و بخش دوم سعدیه. زلف برباد نده؟ زلف برباد مده. آخه اینکه دختر نمیتونه بخونه که. آره، ولی پسرها باید بخونه. من خوندم به دلیل خب خیلی دلایل. دلایل چیه؟ یکیشو بگو. یکی از دلایلم که زلف پسرها بلند شده این روزا. آره. این شما و این کیمیا و گروه کنسرواتوار جیوانی باتیستا مارتینی در بولونیا. گراسیه. زلف بر باد مده تا آمدهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا مکنی تا مبری از خیشم، غم اغیار مخور تا مکنی ناشادم، فرمکش تا مرسد سر به فلک فریادم، شور شیرین من ما تا مکنی سر می نکنم دمن از بس